خب دوستان سلام و صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. برای روز دوم دوره الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 من خدمتتون هستم. اول بزنید یه مروری بکنیم دیروز رو، اگه در واقع یادتون رفته یا از دوستان که جدید هستن هم در واقع یه دیدی پیدا بکنن. ما دیروز اون اول آشناییمون شروع کردیم در واقع یه مروری که می‌خندیم شروع کردیم به در واقع یه مروری بر در واقع دو نوع استانداردی که گفتیم وجود داره. اول از استاندارد فنی و استاندارد محصول صحبت کردیم، بعد در مورد استانداردهای مدیریتی صحبت کردیم. استانداردهای فنی گفتیم معمولا برای همگونسازی یا تولید محصولاتی که قابلیت اعتماد بالایی داشته باشن به کار میره، ولی گفتیم استانداردهای مدیریتی برای بهبود عملکرد مدیریتی و تصمیم گیری های مدیریتی مورد استفاده قرار میگیره. گفتیم استاندارد محصول تقریبا طول عمرش تقریبا به اندازه طول عمر بشر هستش، ولی استانداردهای مدیریتی 100 سال 50 سال ماکسیمم از عمرشون بیشتر نمیگذره. بعد یواشاش وارد مبحث انکس اس ال یا های لول استراکچر شدیم، در مورد اون صحبت کردیم. گفتیم تصمیم بر این گرفته شده توی 10 12 سال اخیر که تمام استانداردهای مدیریتی فنی رو قاعدتا استانداردهای مدیریتی که منتشر میشن، این استانداردها شبیه به هم باشن. برای این منظور تعداد بندها باید برابر باشه. تمام این استانداردها 10 بندی شدن که دیروز 10 بند رو خدمت شما نشون دادیم. علاوه بر این متن در واقع های لول استراکچر رو باز کردیم و دیدیم که جمله بندی های کاملا مشابه هم در واقع در استانداردها قرار لحاظ بشه که لحاظ شده در بسیاری از استانداردها. این باعث میشه که ما اگه یه استاندارد مدیریتی رو یاد بگیریم، یادگیری استانداردهای مدیریتی دیگه برامون آسان‌تر و ساده‌تر بشه. آروم آروم وارد مباحث خود 50001 و سیستم مدیریت انرژی شدیم، مروری کردیم بر استانداردهایی که در حوزه مدیریت انرژی وجود دارن، ISO 50001، ISO 50002، 50003، 50004 و غیره. البته فقط نام بردیم، وارد جزئیاتش نشدیم. بعد روند تکامل خود استاندارد 50001 رو مرور کردیم. گفتیم یکی از اجداد این استانداردی به اسم انزی MSC 2000 در ادامه تبدیل شد به EN 16001 تو سال 2009. اولین نسخه خود آیزو هم در واقع تو سال 2011، یعنی 50001 تو سال 2011 اومد بیرون و آخرین ویرایشش هم مال در واقع سال 2018 که بحث این سه روز ما خواهد بود. اینجا هم در مورد ساختار در واقع استاندارد سازی در سطح دنیا صحبت کردیم. گفتیم که استانداردها یا در لول کارخانه یا شرکتی هستن، مثلا سیمان صاحب بر خودش یه دستورالعمل یا در واقع استاندارد داخلی داره. گاهی اوقات بعضی از استانداردها در یک صنف در واقع به یه اعتباری میرسن که در اون صنف از استاندارد یه شرکت استفاده میکنن، از بوئینگ و سیمنز و اینا نام بردیم. گاهی اوقات استانداردها ملی هستن، نهادهای ملی انتشار استاندارد در هر کشوری منتشرشون میکنم که در ایران اینزو یا ایرانیان نشنال استاندارد ارگانیزیشن، توی انگلیس BSI، توی مثلا آمریکا انزی، توی ژاپن JIS و مثلا در آلمان دین و به هم ترتیب در کشورهای مختلف استاندارد ملی هست. بعد استاندارد جهانی رو گفتیم. گفتیم استاندارد جهانی مجموعه ای از در واقع نهادهای ملی اومدن سازمان جهانی استاندارد رو به وجود آوردن که بتونه یک پارچه سازی کنه استانداردهایی که در هر کشور ممکنه به یه شکل نوشته شده باشه. گفتیم در برخی از مناطق هم استانداردهای منطقه‌ای هم داریم که دیگه معروف ترینشون استانداردهای EN هستن، استانداردهایی که در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار میگیرن. این استانداردهای EN مبنای صدور سی مارک هستن، یعنی علامت سی که در واقع روی تجهیزات
برقی معمولا دیده میشه بر اساس استانداردهای این اصلا که خودش داستانای مفصل خودش داره از بده در بدون صحبت نکنیم. بعد وارد خود استاندارد ISO 50001 شدیم، گفتیم 10 بند داره، گفتیم آقا بندا رو دو قسمت میکنیم، بند 1 و 2 و 3، بند 4 تا 10. 1 2 و 3 گفتیم بیشتر به معرفی استاندارد پردازه، واژگان و تعاریف رو بیان میکنه و مسائلی از این دست. فرقش با گروه دوم 4 تا 10 اینه که ما در این سه تا بند هیچ عبارت شل یا بایدی نداریم. گفتیم اینجا نوشته بودم برای شما که شل یا باید به مفهوم یک الزام یا یک ریکوایرمنت هستش. هر جا ما میخوام ببینیم که آیا ریکوایرمنت وجود داره یا نه، باید عبارت شل رو در متن استاندارد ببینیم. تو بند 1 تا 3 گفت که تقریبا میشه گفت که عبارت شل نداریم به جز اون یه جایی که خود شل رو تعریف کنه. اما تو بند 4 تا 10 دیگه الزامات شروع میشه، شل ها یا باید های متعدد تو اینجا دیگه ظاهر میشه. از بند 4 شروع کردیم، در مورد کانتکست یا بافتار سازمانی صحبت کردیم، شامل عوامل درونی، عوامل بیرونی، شناساییشون، شناسایی ذینفعان، انتظارات و نیازهاشون، الزامات قانونی و مقرراتی، در واقع تو بند الزام میکنه اینا باید شناسایی بشه. تو بند 4 سه در مورد دامنه کاربرد مورد ادعای سازمان در حوزه مدیریت انرژی و مرزهای سیستم صحبت کردیم. تو ادامه هم در مورد فرایندها بحث کوتاهی داشتیم. بند 4 رو بستیم، وارد بند 5 شدیم. تو بند 5 در مورد رهبری حرف زدیم، رهبری که در واقع گفتیم همون لوکوموتیو است که سازمان رو حرکت میده و میبره به سمت جلو. و از یه مثال دیگه که دوستان زدن که بگذریم، بحث شیرینی داشتیم که آقا این رهبران سازمان باید خودشون متحد باشن نسبت به سیستم، سیستم رو به جلو هدایت بکنن، باور داشته باشن، یه سری وظایفی براشون استاندارد متصور شد، ختمش باید بنویسن، اهداف باید بنویسن، بازدگری مدیریت باید برگزار کنن، چارت سازمانی، نمودار سازمانی ایجاد کنن، شرح وظایف و اختیارات و مسائلی از این دست که با هم هست. رسیدیم به بند 6. قبل از اینکه بند 6 رو برگزار کنیم، یه کارگاه داشتیم، کارگاهی که در مورد شناسایی یک کانتکست یا بافتار سازمانی در مورد عوامل درونی و بیرونی بودش، مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و چیزهای دیگه که با هم پیش رفتیم. امروز اون کارگاه رو کامل تر خواهیم کرد. بند 6 گفتیم عنوانش پلنینگه. پلنینگ یعنی که استوب وایسا، هیچ کاری نکن، اولا باش فکر کن، برنامه تو بچین، بعد بر اساس اون برنامه عمل کن، یا اون چرخه پی دی سی ای، پی اولش از بیره. در آغاز نماد ریسک ها و فرصت ها حرف زدیم، گفتیم که کانتکس یا عوامل درونی و بیرونی و همطور نیازها و انتظارات این افعال میتونن چیزهای مثبت یا منفی برای ما به دنبال داشته باشن، اسم اینا رو میذارن ریسک یا فرصت. در مورد روند شکل‌گیری مفهومی به اسم ریسک و ارتباطش با عدم قطعیت هم یه بحثی کردیم. بعد وارد بحث اهداف شدیم، اهداف رو صحبت کردیم، گفتیم ختمش سند در واقع تقریبا بالا دستی هستش، به جزئیات نمیپردازه، ما نیاز به یه سند دیگه داریم که بتونه تبدیل کنه آن چیزهایی که در ختمش اشاره کردیم بهشون رو تبدیل کنه به در واقع مواردی که قابل اندازه‌گیری باشه، اسپسیفیک باشه و زمان بندی داشته باشه، مسئولیت و اختیارات براش مشخص باشه. اسمش رو گذاشتیم چی؟ اهداف. اهداف انرژی. من یه نکته‌ای رو در مورد اهداف دیروز یادم رفت بگم، البته اشاره کردم بهش ولی میخوام الان یه ذره روشن‌تر بگم، بعد از صحبت‌ها اشاره بهش خواهم کرد. بعد 6 در مورد انرژی ریویو یا بازدگری انرژی گفتیم که تو بند
6-5 در مورد ENB صحبت کردیم یا Energy Baseline. گفتیم آقا چقدر مجازه برای هر کدوم از ENPI ها. بنابراین اومدیم ENPI ها رو، هر ENPI رو به یک ENB باید رفت بدیم، یعنی شاخص های کلیدی عمل کرد و شاخص های عمل کرد انرژی رو مقایسه کنیم با یک ENB یا معیار پذیرش یا مقدار قابل قبول، حالا هر اسم برش میزنیم. تو 6-5 هم گفتیم که یه طرحی برای گردآوری داده های انرژی باید داشته باشیم که در واقع در باش حرف زدیم و تقریبا 6 رو بس. بیام در مورد اهداف یه صحبت بکنم. اینجا که گفتم یه نکته ای رو شاید نیاز بود بیشتر توضیح بدم که الان میخوام اینجا بهش بپردازم. ما نگاه کنید، یه پالیسی داریم که میشه ختمش، که گفتیم خیلی کلیه، بلند پروازانه هستش، جزئیاتش مشخص نیست، زمانبندیش مشخص نیست. ممکنه من تو پالیسی 4-5 تا رؤوس اهداف داشته باشم توی پالیسی یا تو خطرش. این رؤوس اهداف رو که خیلی کلی هستند تبدیلش میکنم به اهداف. مثالی که دیروز زده بودیم یادتون باشه، گفتیم تو خطرش گفتیم بهبود یا افزایش راندمان انرژی. مثلا چقدر؟ معلوم نیست. کی؟ معلوم نیست. کی انجام میده؟ نامشخص. اینو میشه گفت، مثلا گفتیم این اولیه رو فرض کنید که افزایش راندمان کوره خط یک از ایکس درصد به ایکس به اضافه حالا مثلا یه اپسیلون درصد ایکس اپسیلون درصد، حالا عدد شما ندارم به هم خاطر عدد شما خود درصد، یعنی قابل اندازه گیریه، راندمان قابل اندازه گیریه. مثلا ممکنه در راستای همین چارچوب اهداف افزایش راندمانه مثلا فرض کنید فریتر خط شماره 2 از این عدد به این عدد. درسته؟ ما به اینا میگیم اهداف یا objectives. objectives یه خط بکشم. درسته؟ استاندارد 5001 یک کلمه دیگه هم به کار میبره، تو استانداردهای دیگه نیست، و این کلمه جدید عنوانش از تارگت. تو صحبت ها اونم گاهی تو فارسی هم میگه آقا تارگتت چیه نمیدونم فلان. تارگت میشه این از چند درصد به چند درصد، مقدار رو صحبت. ابجکتیو میشه خود همین افزایش راندمان کوره فلان. پس تارگت مقدار یا اون ولیوه رو داره صحبت میکنه. تارگت رو بخواه ترجمه کنم به فارسی سخت میشه، بازم شبیه هدفه. من برای اینکه یک کلمه متفاوت از این باشه اینو مقدار هدفی همچی چیز ترجمه کردم. بذاریم ببینم، نقطه هدف، نقطه هدف ترجمه. آره، نقاط هدف، نقاط هدف، برای اینکه فرق داشته باشه. ولی واقعیت اینه که کلمه خوبی نیست تو فارسی، ولی برای اینکه فرق داشته باشه مفهومش رو توی متن استاندارد متمایز کنه. تارگت رو نقطه هدف تعریف کردم. میگم شاید کلمه خوبی نباشه، شما هم تارگت رو در نظر بگیرید. من چون ترجمه داشتم میکردم بالاخره باید یه معادل فارسی میدادم بهش دیگه، به این خاطر این عبارت استفاده. نکته که باقی مونده بود از اهداف تو دیروز این بود، تارگت و ابجکتیوز رو می‌خواستم در واقع بگم که تو استانداردهای دیگه نداریم. تو استانداردهای دیگه فقط ابجکتیو رو گفته، ولی تو اینجا گفته هم ابجکتیو هم تارگت. البته اتومات وقتی ابجکتیو داره تعریف می‌کنید و ابجکتیوتون یا هدفتون باید کمی هم باشه، خب تارگت تعریف کنید براش دیگه. ولی خب تو استاندارد دیگه به این روشنی نداره. یه نکته بسیار کلیدی رو بگم، بعضی از همکاران ما اومدن این ابجکتیو رو اهداف کلان، تارگت رو اهداف خرد تعریف کردن و این
یک میساندرستندینگ یا برداشت نادرست میتونه ایجاد کنه. برداشت نادرست یعنی چی؟ مثلا میگن آقا ابجکتیو ما میشه مثلا، یعنی کسایی که دارن پیاده سازی میکنن، کسایی که دارن مشاوره میدن سازمان مثل شما ممکنه بد برداشت کنن با این دوتا عبارت تو فارسی، چون انگلیسی رو ممکن استفاده نکنن. وقتی من ابجکتیو میگم اهداف کلان، تارگت رو میگم اهداف خود، چه اتفاقی میفته؟ میگم آقا پس من برای هر چیزی باید یه هدف کلان داشته باشم، مثلا بگم افزایش راندمان مثلا خط شماره 1 مثلا. بعد حالا اهداف خود چیه؟ مثلا راندمان، افزایش راندمان کوره شماره 1، افزایش راندمان مثلا فرض کنید که پریتر، مثلا افزایش راندمان مثلا چه میدونم آسیا مواد. ممکن به تارگت اشاره نکنید، در حالی که این دوتا تقریبا یکی هست، هر دوشون هدف هست، مقداره رو در واقع مورد اشارهش هستش به تارگت. خب برگردیم به بند 7 استاندارد. بند 7 اسمش از پشتیبانی، در مورد پول حرف میزنه، در مورد منابع انسانی حرف میزنه، در مورد تجهیزات حرف میزنه، در مورد حتی دانش و در واقع مستندسازی و مسائلی از این دست حرف میزنه. میگه آقا تو برای اینکه این کار رو انجام بدی نیاز به امکانات داری. بند پشتیبانی یعنی امکانات، چه امکانات نرم افزاری، چه سخت افزاری، چه مغز افزاری. 5 تا زیربند داره: منابع، شایستگی، آگاهی، اطلاع رسانی و اطلاعات مدون. خیلی پیچیده نیست، برخلاف بند 6 که جزئیات خیلی زیادی داره. این تقریبا میشه گفت تقریبا کپی پیست استانداردهای دیگه است. 9001 یکی بلد باشید چون گفت 95% اینو بلد، یا برعکس من اگه اینو توضیح بدم 95% 9001 هم گفتم. البته 9001 یه سری الزامات اضافه هم داره، مثل مدیریت دانش و دانش سازمانی و زیر ساخته و اینا. حالا با یه فاکتور گیری از این عوامه میشه گفت قسمت زیادی از 9001 هم عملا دارم. بند 7 یکی بند خیلی جنرال میگه سازمان باید منابع و منابع مورد نیاز رو اولا تعیین کنه و بعد فراهم سازی بکنه. خب طبیعیه بدون فراهم سازی منابع انجام چنین کاری کار ساده نخواهد. حالا چه منابعی؟ تو بندهای بعدی در موردش بیشتر. اولی منابعی که مورد نیاز ما هست از جنس منابع انسانی و از در واقع ویژگی شایستگی هست. ما همیشه میگیم افراد زی صلاح باید بیان پست‌های سازمانی در اختیار بگیرن، یا میگیم آقا مملکت ما عقب افتاده به خاطر اینکه آدم‌ها گرفتن مثلا مدیر شدن، چه میدونم فلان شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، صلاحیت لازمو ندارن. همیشه مثلا از آکسفورد دکترا گرفتن ولی بعدا میونه فوق دیپلم مثلا، بعد مثلا توی همونجا دانشگاه داشت درس میداد این طرف، بعد وقتی که فهمیدن انداختنش بیرون تو مجلس بجون که عذرخواهی کنه میگه من از خانواده‌ام عذرخواهی میکنم که انقدر تحت فشار قرار گرفتن که من فوق دیپلم داشتم، فوق دیپلم منو بعد از دکترا حساب نکردن. چقدر بدن بعضی من انسان خیلی اون بنده خدا دوست داشت دکترا داشته باشه دیگه، اون چه اذیتش میکنه. اونم از آکسفورد، یعنی نگاه کن اصلا آدم زورش میاد، نمیگه از دانشگاه مالزی، نمیدونم فلان دانشگاه هند، چه میدونم اون دانشگاه کشور دوست همسایه بعدا مثلا چین چرا نمیرید شما آکسفورد. او اعتماد به نفس اینجا همینه. میگه آقا آدمایی که تو پست‌های مختلف سازمانی میشینن باید داره شایستگی باشن. شایستگی حالا کلمه کلیه، استاندارد برای که دعوامون نشه میگه آقا شایستگی شامل سه چیزه: یک، حداقل تحصیلات مورد نیاز. اینجا نوشتم کسی که اینجا نشینه مثلا فرض وزیر میشه مثلا فوق دیپلم کافیه یا نه دکترا داشته باشه. توی شرکت مثلا میشه مدیر تولید، مثلا میشه کارشناس مثلا ابزار دقیق، میشه کارشناس مکانیک، تعمیرات مکانیک. فرض فوق دیپلم کافیه، لیسانس کافیه، چه رشته ای مثلا قابل قبوله. پس اولین پارامتر تو هر سمت سازمانی تحصیلات. دومین عامل تجربه است. گاهی اوقات یه آدمی ما داریم، یه پستی داریم،
که این پست علاوه بر اینکه شما با تحصیلات مرتبطش هم داشته باشید و یه چند تا تجربه کاری هم با داشته باشید. اینجور نمیشه که مثلا شما هیچ تجربه کاری نداشته باشید بعد مثلا برید اونجا. مثلا تو کشور ما این اتفاق زیاد، بعضی از افراد مادرزاد نخبن، بدون تجربه داشته باشن میگه آقا شما اصلا کجا بودی، بیا معاون وزیر بشو عزیز دل من. مثلا اینو ناجی ان نجات میدن. من شما شاید متوجه نشین مثلا شاید حکمت داره مثلا چه انتصاباتی، ولی خب حکمت داره واقعا، حکمتش هم داره واقعا، حساب بانکی و این داستانا و ارتباطات و روابط و فلان تو فلان حرفاست. ولی به هر صورت، به هر صورت تجربه هم مهمه. حالا برای وزیر نه، برای معاون وزیر نه، ولی برای من و شما کارشناس که مهمه. که مثلا بنده خدایی میگفت آقا، زنگ زده بود به یه آشنایی گفته بود آقا بچه‌م تازه لیسانس گرفته، میتونی اینجا در مشغول به کارش بکنی؟ گفت خب وزیر بکنم. خب وزیر که نیده گفت چی کارش بکنم؟ چه میدونم. گفت خب نماینده مجلس چی؟ گفت نماینده مجلس. گفت مدیر کل چی؟ گفت آقا اینایی که دارم یه بچه من مثل تازه با این چه کارشناسی چه با اون دیگه سواد این چیه دیگه. عرض بزرگتون که پس تجربه هم مهم. موضوع بعدی، سومین عنصر در واقع شایستگی بعد از تحصیلات، بعد از تجربه، آموزش هاست. آموزش هایی که افراد نیاز ببینن. در این شمینه روند در واقع تغییرات در دنیای پیرامون ما زیاده، بنابراین ما نیازمند اینیم که خودمون با تغییرات تطبیق بدیم. اگر من شما مهندس مکانیک هستیم، مهندس برق هستیم، 15 سال پیش فارغ التحصیل شدیم، حداقل های مهندس مکانیک و مهندس برق رو داریم. اما الان PLC های جدیدی ممکن اومده باشه، ممکنه در واقع نرم افزار های جدید اومده باشه. خب این که من 15 سال پیش نخوندم، یاد نگرفتم، حالا من نیازمند این هستم که خودم رو به روزآوری کنم با آموزش. یا در حوزه استاندارد ها هم همینطوره. من شاید 20 سال پیش اولین بار دوره ایزو 9001 گذروندم، از اون موقع تا حالا 3-4 بار این ویرایش خورده. من نمیتونم بگم خب من یه بار آموزش دیدم تموم شد رفت، اینطور نیست، باید به روزآوری بشه. بنابراین استاندارد جسارت میکنه و میگه که شایستگی کارکنان باید تعیین بشه. برای کارکنان در حد من و شما تعیین میشه، مشکلی هم نیست، سختم میگیرم. بر اساس سه پارامتر است. این دیگه معمولا ممکنه تو سندی مثل شرح مشاغل یا شرح وظایف و اختیارات یا شرایط احراز شرکت های مختلف ممکنه اسمای مختلفی داشته باشه. گاهی اوقات نیاز ما شایستگی که داریم ارتقا بدیم یا یه شایستگی که در ما وجود نداره رو کسب بکنیم، تصاحب بکنیم. خب مثلا ممکن همین دوره رو در نظر بگیر. این دوره برای کسب در واقع شایستگی در واقع سیستم مدیریت انرژی بر اساس ایزو 50000 هستش. حالا نکته که هست تو پرانتز میخوام بگم، ما در ویرایش های جدید استانداردهای مدیریتی یه بند مستقل به اسم آموزش نداریم. میگید آقا این بند آموزشه و مثل قبل مثلا آقا نیازسنجی انجام بده، آقا نمیدونم برگزار کن دوره رو، بعد نمیدونم از سربخشی دوره آموزشی. چنین چیزی ما نداریم در اصل. اما به جاش این بند رو داریم. میگید شما باید شایستگی رو ارتقا بدید، کامپتنسی رو. حالا با چه روشی؟ یه هر روشی که دلت خواست. درستم میگه. همیشه شایستگی افراد، شایستگی من و شما، خودتون هم شاید بتون تایید کنید حرف منو، ما باید خیلی چیزا رو سر کلاس نشستیم یاد گرفتیم. چند نفر ما اکسل رو رفتم مثلا مشرف فنی تهران اکسل یاد بگیره؟ من خودم اینجوری یاد نگرفتم. اکسل، ورد، جدول بگیش بارا. از شما پرسید آقا این جدول چه چیزی آبیش کنم؟ تو اینجا آها مثلا من نمیشه که شما نه نگاه کن اینجا رو باید اینجوری کنی، باید بزن اینجا کلیکراس بکنی. مثلا دست درد بدم میگم یاد گرفتم. گیر کردم تو اکسل، آقا مثلا فرض کنید که فرمول میخوام بنویسم، رفتم پیش مهندس محمدی، آقا این چجوری اینجوری دو بار سه بار پنج بار ده بار زدم، نشد، بالاخره یاد گرفتم. به این میگن آن ذا جاب ترینینگ، آموزش حین شغل یا حین کار، اثر بخش ترین شیوه یادگیری. چرا؟ مبتنی بر سعی و خطا است. البته برای کارهایی که فاجعه آمیز نباشه آسانش. یه وقتی مثلا به آقا این کوره رو میدیم دست بزن بالاخره بالا و پای استارت کن، بالاخره درست میشه، یاد میگیره دیگه.
یعنی چند صد میلیارد تومان از این رو دست میگیره. ولی برای اکسل و ورد و نمیدونم دو تا نرم افزار که فاجعه به دنبال نداره، خیلی وقت روش آموزش میتونه این شکلی باشه. پس یه وقتی آموزش رسمی نیست که پاورپوینتی باشه یا آدم بیاد و نمیدونم گروه بشینن اینجا و آب پرتقالی و فلان دوره مثلا برگزار میشه. این یه نوع هستش. علاوه بر این ما خیلی وقت آموزشمون بر اساس مطالعه است. من خیلی وقت گیر میکنم مثلا یوتیوب، سایت زاله یوتیوب مثلا زیاد استفاده میکنم. خب سایت زاله لامصب دانشگاهه، دانشگاهی برای خودش، واقعا میشه دکترا گرفت ازش از یوتیوب. جدی میگم واقعا من جاهای گیر کردم یوتیوب با یه فیلم 15 دقیقه. منظورش بس این بودش، بس این همه من پدر خودم در آوردم این سایت اون سایت برو این کتاب اون کتاب از این بپرسم، منظورش مثلا از وریفیکیشن این بوده راحت فهمید. اونم به صورت بصری فیلم تهیه میکنه، آدم از دیدن بیشتر یاد میگیره تا از شنیدن، از شنیدن بیشتر یاد میگیره تا خوندن سلسله بر. و بهتر از همه این که خودت به کار ببندی، اون که دیگه از همه بهتر. خب برای من یه روش دیگه داریم به اسم سلف استادی، مطالعه شخصی، خود مطالعه گری مثلا همچین چیزی. علاوه بر این یه وقتایی پروژه تعریف میکنید، مثلا میگید آقا ما یه مشکلی داریم تو فرض کنید که تو بارگیر خونم، مشکل ما اینه که هر از گاهی در واقع میزان چیزایی که وزن در واقع سیمانی که تو پاکت ریخته میشه خیلی مشکل وجود داره. هرچی هم بررسی کردیم یه پروژه تعریف کنیم، یه گروهی رو برن تحقیق کنن تو همین کارخونه ببین نتیجه چیه. این هم یه روش یادگیری خیلی ده. در قالب پروژه میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم. بنابراین وقتی استاندارد وجود دیگه اسم آموزش رو به کار نمیبره، معنیش اینه که ابزارهای دیگه یادگیری وجود این ابزاره که بعضیشون مثال زدم. خب وقتی این ابزارها وجود داره به این خاطر دیگه اسم آموزش رو به کار نمیبره، میگه باید اقدامات لازم رو برای تصاحب شایستی تعریف کنه، نمیگه باید آموزش های لازم رو تعریف کنه. منتها این مستلزم چیه؟ واحد منابع انسانی شکوفا بشه، متحول بشه، این روش ها رو هم یاد بگیره بدون آقای محمدی، آقای نوروزی، آقای عیسی، آقای واحد، خانم زد، اینا از این طریق هم میتونه ارتقا پیدا بکنه تو نظام دعوا اداری ما اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. تازه آموزش ها آنلاین به لطف کرونا یه ذره به رسمیت شناخته شده، اصلا آموزش نمیدونستن آموزش هست تو بازی ها چی میشه، پشت کامپیوتر داری ورق بازی میکنی، داری مثلا یه کار دیگه میکنی، بعد مثلا میگی من دارم مثلا یاد میگیرم یه چیزی رو. ولی خب کرونا بهمون یاد دادش نه از این روش. الان خیلی وقت به من دو ممیزی از راه دور که پیشنهاد میشه بماند، آموزش از راه دور متعدد دارم برگزار میکنم، هم برای من راحت تر هم برای دیگر. البته سختی ها خودش هم داره، ما هنوز خود من خودم میگم آدم با تجربه نیستم تو دوره آموزش، مثلا اگه 15 سال آموزش آنلاین انجام داده بودم خب الان آدم با تجربه بودم میدونستم گیرگار از چجوریه، کما که توی دو سالم تجربه خوبی به دست آوردم. ولی بالاخره هم من باید یاد بگیرم، هم اون آدمی که اون پشت سیستم نشسته مثلا به عنوان دانشجوی کلاس هستش، اون به روند تکاملی داره برای. اقدامات رو تعریف کردی؟ بله. آره، یا آموزشه یا سلف استادیه یا پروژه است یا آن ذا جاب ترینینگه. باید اثر بخشیش رو ارزیابی کنی. آقا شما رفتی مطالعه کردی در حوزه مثلا فرض کنید که تکنولوژی کوره های جدیدی که وجود داره، تکنولوژی جدیدی که برای آسیاب مثلا سیما وجود داره، برای سنگ شکن وجود داره، اوکی. یا فرض کنید یه ادیتیو خاصی رو به سیما اگه اضافه کنیم که آثاری میتونه روی عمل کرد سیمان داشته شد، اوکی. الان اثر بخشیش رو باید بررسی کنیم، حالا در قالب امتحانی یا هر روش دیگه ای که بتونه اثر بخشی رو نشون بده. حالا این تو حوزه انرژی هم میتونه باشه. فرض کنید که رفتم یه مطالعه کردم، بررسی کردم، تحقیق کردم که استفاده از یه سورس خاصی از انرژی یا مثلا یه حامل انرژی خاصی میتونه ذریب یا اون میزان بازدهی مثلا فلان تجهیز منو افزایش بده. این هم میتونه یه روش در واقع یادگیری باشه و در نهایت سوابقش باید نگه داشته باشه. اینی که گفتم تو 9001 هم هست، 14001 هم هست، 45001 هم فقط موضوعاتش فرق داره. تو 9001 میشه کوالیتی، 14001 میشه سیسمویتی و اینجا میشه انرژی. خب بند 7-3 عنوانش هست آگاهی یا اورنس.
افرادی که در درون سازمان هستن مؤثر بر مصرف انرژی هستن باید یه سری آگاهی های حداقلی داشته باشن که تو اینجا نام برده، آگاهی از ختمش، آگاهی از مشارکتشون در دستیابی به اهداف، آگاهی از تأثیر فعالیت‌ها و رفتارهاشون بر مصرف انرژی. مثلا مثلا که الان اینجا مثلا کولر روشنه، مثلا اون در بازه، خب باید بدونیم که آقا داره انرژی داره هدر میده مثلا بفرستن. یا آخرین موردم پیامد عدم انطباقی که ممکنه رخ بده. فرض کنید که اگر یه ENPI من، شاخصی عمل کرده انرژی من بیش از در واقع ENB باشه، ممکنه چه عواقبی داشته باشه؟ ممکنه هزینه برای سازمان تحمیل بکنه، جریمه بشه سازمان، قیمت تموم شده محصول بره بالا. مواردی هستش که باید افراد کلیدی سازمان ازشون آگاهی داشته باشه. دست شما در من صبح خودم در رو یه خورده به حالت نیمه باز گذاشتم که دوستان بدونن که یه نفر هست اینجا، فکر نکنه در بسته است که مثلا میام نگاه میکنم خب کسی نیومده، خب بریم یه 10 دقیقه دیگه میاد، یه 10 دقیقه 10 دقیقه تمدید میشه راه زور شد. بند اطلاع رسانی و ارتباطات، کامیونیکیشن، این بند بیان میکنه که برخی اطلاعات ممکنه نیاز باشه در سازمان دست به دست بشه. شما مثلا فرض کنید تو واحد برق هستی، روی خط یک کار کرد، حالا فرض کنید ما سیمان سفیدم بیاریم تو اسکوپ، خط یک کار کردی، بعد دیدید که مثلا اگر تو ساعات خاصی از شبانه روز یه دستگاهی، یه پمپی، چیزی تو اون ساعت استارت بشه، این افیشنسیش بالاتر به دلیل فلان مثلا گرمای کمتریه، مثلا گرمای محیطی، یا برعکس تو فصل سرما یه دستاورد خیلی با ارزشه و توی خط یک و دو استارت میکنید و با امیدی خدا بعد میدید بله جوابم داد و سوت بلبلی هم برای خودتون میزنید و یه بیگ لایک هم میدید. خب آها، برای خط، برای سیمان دو هم، سیمان سفید هم اطلاع رسانی بکنید، اونا تقریبا دستگاه و تجهیزات همینه دیگه، اونا مطلع باشن. حالا من این مثال رو زدم، این ممکنه قابل تعمیم باشه به بسیاری چیزهای دیگه. به عبارتی اگر چنین در واقع مواردی رو بخوایم بگیم، اول باید بگیم چه چیزی رو بخوایم اطلاع رسانی کنیم. مثلا ممکنه فرض یکی از چیزایی که اطلاع رسانی بخواد بکنید اینه که آقا میزان مصرف انرژیمون رو در طول ماه بخوایم اطلاع رسانی کنیم. پس چه چیزی شد؟ میزان مصرف انرژی، حالا یا برق یا گاز. فواصل زمانی، ماهانه، مقصد، به کی این گزارش رو میدی؟ ممکنه مدیر کارخونه باشه، ممکنه مدیر عامل باشه، ممکنه اعضای هیئت مدیره باشن، ممکنه مدیر مالی باشه. به چه وسیله؟ ایمیل میزنی، نامه رسمی میدی، یا تلفنی گاهی قاطع اطلاع میدی، یا گاهی هم ممکنه فرض کنید بعضی از اطلاعاتی از طریق برد ممکنه انجام بشه، یا بردی دارید مثلا اطلاعات بعضی موقع اینطوری. توسط چه کسی؟ مبدع گزارش که مثلا فرض کنیم مدیر برق، ابزارداری، مدیر مکانیک، مدیر نمیدونم یوتیلیتی یا تاسیسات. ما طبیعتا یه فرایندی هم باید وجود داشته باشه برای مشارکت افراد که ازشون نظر بگیرید و پیشنهاد بگیرید برای بهبود کار. این مثالایی که من زدم بیشتر درون سازمانی بود. یه وقتایی هم ممکنه شما اطلاع رسانی های برون سازمانی خارج از مرزهای سیمان ساوه داشته باشید. مثلا میگید آقا من هر سال هم باید یه گزارش در بیارم که درصد قیمت تمام شده یه سیمان چقدرش انرژیه، به کی بدم؟ به سیمان تعمیم بدم یا به شستا بدم بیرون از سازمان. یا گاهی اوقات ممکنه گزارش هایی به مؤسسه استاندارد مثلا در حوزه مصرف انرژی باید بدید. مثال دارم بزنم، شاید چنین چیزی نباشه. پس این فقط محدود به موارد درون سازمانی نیست، موارد برون سازمانی رو هم تشکیل. و آخرین بنده، در واقع آخرین زیر بنده، بند هفت استاندارد که پشتیبانی بود، عنوانش از
اطلاعات مدون یا documented information. اطلاعات مدون همون چیزیه که ما قبلن عبارت مستندسازی، کنترل مستندات و مدارک، کنترل سوابق و چیزایی از این دست رو براش به کار می‌بردیم. الان عبارتش عوض شد. دلیلش هم به نظر من تغییر تکنولوژی. یعنی چی؟ ما یه دوره این که یه ذره وضعمون خوب بود می‌رفتیم رستوران دیگه، مثلا تا این 2-3 سال پیش یه ذره مثلا دستمون به جیبمون می‌رسید، می‌رفتیم رستوران. اون رستوران یه میومد میگفت بله چی میل دارید؟ یه گجت یه دستگاهی دستشه، مثلا چه میدونم با قالی پلو با گوشت، مثلا الان که دیگه هیچ ولش کن، با قالی پلو با گوشت میخوردیم یه دوره، چند تا دوتا مثلا باس میخواید بله میدونم سالاد میخواید مینوشت دیگه، نه به صورت فیزیکی میزد اینجا، حالا یا با بلوتوث یا وایفای هر چیز هر تکنولوژی میرفت تو آشپزخونه که بتونه این غذا رو آماده کنه که ایشون بتونه بیاره سرو کنه. خب سوال اینه، آیا اینجا مستندسازی صورت پذیرفته؟ بله، منطقه دیگه به شکل کاغذی نیست، به شکل الکترونیکیه. حالا احتمالاً ممکنه سروری هم داشته باشن برای خودشون اینا رو در واقع ذخیره سازی هم بکنن. ما در طول زندگی روزمرمون چقدر مستندسازی های این شکلی داریم؟ خیلی زیاد. یه گروه خانوادگی دارین جوک میفرستین برام دیگه، یه نوع مستندسازیه دیگه. بعد مثلا فقط سه روز بعد من نشستم بگم دیدی مثلا فلانی به من چی گفت، چی گفت اون دیدی پنج روز من میگم این حرفو زدش آقا اشتباه دیگه بد نشون بدم یا راست میگه مستندسازی شده. خب دقیقاً به این شکل یا برعکس عجب جوک باحال میو ندیدم من کدوم جوک میگم این جوک عجب چیزی مثلا. یه وقتی گروه خانوادگیه، یه وقت گروه کاریه، تو گروه کاری با هم رد و بدل میکنه. واسه ما بعدی میگه میگم آقا فلان تاریخ فلان ساعت باید بری فلان جا، بعد من نرفتم، میگه آقا من که بهت گفتم بفهم. اثبات اینجور چیزا معمولا راحت تره، چون خرج کردن و از بین بردنش رو نام دیگه یه ذره دشوارتر. پس تکنولوژی تغییر کرده، شیوه مستندسازی ما عوض شد. حالا شاید اگه عبارت مستندسازی یا کنترل مدارک براش به کار ببریم، ذهنمون بره سمت کاغذ. به این خاطر اسمش رو گذاشته کنترل اطلاعات مدون. نکته، ما شکل‌های جدید مستندسازی هم داریم. مثلا یه وقتایی ما روش اجرایی دستورالعمل داریم بدون اینکه خودمون بدونیم، چون عادت کردیم روش اجرایی رو یک فایل پی دی اف یا یک کاغذ می‌دونیم که شهر نمی‌دونم گام‌های اجرا نمی‌دونم فلان. شما الان یه اپلیکیشن دارید مثلا مال بانک مثلا سامان، بانک سامان مثلا واردش میشید میگه آقا رمز تو بده، رمز رو میده، بعد میگه منو برات میاره انتقال بچ، من معمولا انتقال میدم کسی به سامان ما نمیشه، ما معمولا انتقال میدم، قسط رو میخوای بدی و نمیدونم فلان، یا میخوای گردش حساب بگیری بزن گردش حساب، میگه چند تا گردش حساب آخر تو میخوای، مثلا میگی 15، میزنه 15 ده چند لحظه میگرده میگرده، بعد میگه به علت عدم دسترسی به اینترنت فعلا کپزی نمیشه، بعد چند لحظه صبر میکنه اینترنت برقرار میشه، بعد میزنی مثلا 15 تا رو برات میگرده. خب قبول دارید این یه روش اجرایی پشتش داره که ما نمیبینیم اون روش اجرایی چجوری؟ وقتی من واردش میشم اپلیکیشنه با زبان برنامه نویسی شدهش که من نمیدونم چه برنامه‌ایه، میگه آقا این آقای رمضانی که گوشی رو گرفته دستش رو این کلیک کرد اومدی بالا، لطفاً باکس پسورد رو براش صادر کن. دقیقاً روش اجرایی ها منطقه شکل مدرن تر خودش، میگه این باکس رو بفرست، باکس رو که حالا میگه مرحله بعد آقای رمضانی که وارد کرد و دکمه اوکی رو که زد، برو تو بانک اطلاعاتی پسوردش چک کن آیا این پسوردی که داده و اون پسوردی که قبلا سیف کردیم با همخوانی داره یا نه. اگر اوکی بود لوزی تصمیم گیری، اگر اوکی بود بهش برو وارد شو، اگر اوکی نبود بگن لطفا رمز خود را دوباره وارد کنید، یا مثلا چه میدونم رمز شما اشتباه وارد شده. بعد وارد که شد این شیشتا منوی اصلی رو بهش نشون بده، انتقال وجه نمیدونم فلان فلان فلان،
دقیقا این روش اجرایی ها. حالا این روش اجرایی اول به صورت کاغذ بوده، بعد دادن به یک مهندس نرم افزاری که زبان برنامه نویسی رو میدونسته، اینو تبدیل کرده به یه اپلیکیشن، چیزی که من میفهمم از دنیای نرم افزاری. یعنی در واقع یک برنامه نویس یک ترنسلیتره، مترجمه، انگار اینو ترجمه کرد به زبان فرانسه، اینو به جای که به زبان فرانسه ترجمه کنه تبدیل کرد به زبانی که اون برنامه میتونه بفهمه اونو و اون دیوایس و اون دستگاه میتونه بفهمه. حالا در این دنیایی با این پیچیدگی های مستندسازی عجیب غریب، صحبت کردن از کاغذ و اینا خیلی دیگه سطحی خواهد بود. بنابراین ما شکل های جدیدی از مستندسازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. به همین خاطر تو ویرایش های جدید برداشت من ها، شاید استاندارد واقعا همچه ادعایی نداشته باشه، اینهایی توضیحاتی که دادم برداشت خودمه، ولی فکر نمی کنم بیراه باشه حرف من. اگه بیراه هم باشه من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. اینو به وجود آورده با این عبارت تا در واقع سازمان ها یادشون باشه شکل های جدید مستندسازی خودشون هم به کار بگیرن. اگه شما یه شرکتی هستید فروشتون از طریق وبسایت داره انجام میشه، بخش اعظم و بسیار مهمی از مستندسازی شما اونجا داره انجام میشه. بنابراین اونا باید تحت کنترل باشن، اونا باید در واقع ازش بکاپ گرفته بشه، حالا تو سرور و فلان و اون روشایی که وجود داره. خب عرض بزرگ که بقیه حرفای من دیگه تقریبا تکراریه، تو ویرایش قبلی هم بوده. آقا مدارک مستندات باید شناسایی شده باشن، اسم باید داشته باشن، در واقع واسطه مدارک یعنی که کاغذی الکترونیکیه این باید مشخص باشه، پیش از این که اجرا بشن و منتشر بشن باید مورد بازنگری و تایید قرار بگیرن، بعد در دست دست باشن، توضیح نسخ باید براشون انجام بشه. اونا که کاغذی هن، اونا که الکترونیکی هستن سطح دسترسی براشون تعریف بشه. عرض حضورتون که CIAشون، CIA که من دارم میگم اون CIA نیست، منظور سه تا کلمه در واقع انگلیسیه، به CIAشون باید توجه بشه. سی اول confidentiality، آی میشه integrity و ای میشه accessibility. confidentiality یعنی میزان محرمانگی. سربازی که رفته باشید احتمالا بهتون چیز دادن محرمانه، نمیدونم سری، به کلی سری فالا، یعنی این که چقدر سطح دسترسی به این مدرک محدوده. آدم های خاصی میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، بعضی از مدارک ممکنه پابلیک باشن. به این میگم confidentiality یا محرمانگی. integrity یا یک پارچگی به معنی جامعه بودن و یک پارچه بودن سند و مدرک و اون اطلاعات هستش. یه سند داریم 15 صفحه است، یه صفحه از داشت باید گم بشه، این دیگه integrate نیست، اینتگریتیش به هم ریخته، یک پارچگی و تمامیتش به هم ریخته. و اکسسیبیلیتی یعنی در دست دست باشه. برای کیا؟ برای اونایی که مجازن دست دست داشته باشن. و بحث دیگه دیگه توضیح مدارک و دست دستی بهشون راحت باشه، شماره ویرایش و حفظ بشن، نگهداری بشن و امها بشن بعد از اینکه مدت زمان نگهداریشون سپری. این از این بند هفت استاندارد من خدمت شما گفتم دیگه. بند هشته من میخوام برگردیم سر کارگاهمون اگه موافق باشید.